با این پرده زن کن یار ما مست آمده است، وان حیات با صفای با وفا مست آمده است. مطرب با این پرده زن کن یار ما مست آمده است، وان حیات با صفای با وفا مست آمده است. گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش، گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش. کو بدین شیوه بدین شیوه بدین شیوه بره ما بارها مست آمده است. کو بدین شیوه بدین شیوه بدین شیوه بره ما بارها مست آمده است. کسی را می فریبی کز کمین حرف او، آب و آتش می خود و خاک و هوا مست آمده است. مجله فرهنگی هنری بخارا تقدیم می کند. شبهای بخارا، thank you.
شب‌های بخارا. به نام خداوند جان و خرد، از طرف بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، مؤسسه فرهنگی هنری ملت، دائره المعارف بزرگ اسلامی، گنجینه پژوهشی زنده یاد ایرج افشار و کانون فرهنگی چوک، خدمت حضار گرامی خیر مقدم عرض می کنم. همچنین خدمت استادان ارجمند آقایان دکتر شفیعی کتکنی، دکتر باطنی، دکتر تورج رهنما، دکتر پارسی نژاد و سخنرانان محترم، به ویژه نویسنده ارجمند آقای علی اشرف درویشیان و همسر گرامیشان سرکار خانم دارابیان و دوستان کانون فرهنگ چوک، خیر مقدم عرض میکنم. همانطور که مستحضر هستید، امشب مفتخر هستیم به برگزاری شبی که با حضور نویسنده ارجمندش آقای جمال میصادقی اعتبار خاصی یافته است. نویسنده‌ای که در طول بیش از 5 دهه با بکارگیری صناعات داستان نویسی جایگاه خاصی در تاریخ رمان و داستان کوتاه ایران دست یافته است. از چاپ اولین داستان‌ها در مجله سخن به سردبیری زنده‌یاد دکتر پرویز ناطل خانلری تا کنون راه درازی پیموده شده است که این پیشرفت و توانایی و اطلاع در داستان نویسی در صفحه به صفحه ده ها مجموعه داستان و رمان آقای میرصادقی مشهود است. چاپ های مکرر در طی سال های متمادی از آثار آقای میرصادقی گواهی است که ایشان مخاطبین خود را هنوز در میان جوانان علاقمند به ادبیات و زبان فارسی حفظ کردند. استاد میرصادقی نه تنها نویسنده زبان فارسی است که علاوه بر استادی در رمان و داستان کوتاه، متجاوز از 10 جلد کتاب در زمینه هنر داستان نویسی در ابعاد کلی و جزئی آن ترجمه یا تألیف نمودند. چه در حوزه معرفی نویسندگان برجسته و مهم ادبیات جهان، یا در معرفی و نقد و بررسی آثار داستانی نویسندگان بزرگ زبان فارسی از جمالزاده و هدایت و علوی و آل احمد و ساعدی و دانشور تا نسل جوانتر. این زمینه از آثار آقای میرصادقی حائز اهمیت است و بسیار برای نسل جوان نویسنده ما راهگشا و آموزنده بوده و هست. امروز کمتر نویسنده ای رو میتوان یافت که بی نیاز باشه از مراجعه به این بخش از تألیفات و ترجمه های استاد میرصادقی. و این کتاب ها علاوه بر اینکه بسیاریش در کلاس های داستان نویسی، چه در دانشگاه ها و چه کلاس های خصوصی تدریس میشه، مورد خواننده عام هم پیدا کرده است. اکنون خوشحالیم که استاد میرصادقی در آستانه 80 سالگی همچنان سرزنده و شاد می نویسد و می آموزد و سالها چنین باد. متشکرم. همونطور که عرض کردم، استاد ارجمند آقای علی اشرف درویشیان لطف کردن به مجلس ما آمدن و از آقای خیمیدوز و آقای نیکبخت خواهش میکنم که استادو کمک کنم که برای ادای سخنرانیشون تشریف بیارن. با
با سلام به دوستان عزیزم. خیلی خوش آمدید. بسیار خوشحالم که در بزرگداشت استاد عزیزم و 80 سال زندگیش شرکت میکنم. خوشحالم و مفتخرم، افتخار دارم واقعا. استاد من که خیلی چیزها ازش یاد گرفتم و کلاس‌هاش رو شرکت می‌کردم و با داستان‌هاش از مجله سخن که به کرمانشاه می‌آمد این مجله آشنا شدم. بعد که به تهران آمدم و دانشگاه بیشتر به خدمتشان رسیدم، به خونه‌اش می‌رفتم. من باید خدمتتان عرض کنم که واژه ادبیات داستانی از اختراعات جمال میرصادقی وارد ادبیات ایران شد. ادبیات داستانی، من وقتی که درشتی را نوشتم، درشتی در کرمانشاه به قلم نی میگویم، ترک ها میگن قلم قامیش که ترجمه شده به قلم قامیش به ترکی. من این داستان را که نوشتم و بازنویسی ها ما کردم و فکر کردم کامل شده، بردم خدمت آقای میرصادقی، دادم خدمتش. درشتی دو بخش داره، یه بخش اون فاجعه ایست که در نیزارها اتفاق میفته، یه بخشم اون گفتگویست که نی بعد طبق ساختار یک افسانه کردی نی بیان میکنه فاجعه را. نی وقتی فوت میکنی بیان میکنه که چه شده. آقای میرصادقی بعد از اینکه داستان را خوانده بود و من دوباره خدمت رسیدم، گفت نه این داستان خوبه، ولی باید این دو قسمت رو یه قسمت بکنی، دو قسمت رو یه قسمت باید بکنی، جدا نکن از هم. و من به فرمایش ایشان داستان درشتی را به این صورت که میبینید در آوردم و دو قسمتش رو یکی کردم و خیلی خوب شد. من یه دوستی کرمانشاهی بود که می بردمش کلاس آقای میرصادقی. جلسه دیگری آقای میرصادقی که حرف اینو شنید به من گفت که اینو دیگه نذار بیاد اینجا، نیار اینجا. گفتم چشم و نبردم. بعدن فهمیدم که چرا و با اون ذهن دقیقش چطور شناسایی کرده بود که اینو نیارم. به هر حال زحمت زیاد دادم بهش، استفاده زیاد کردم و خیلی خوب بود. یکی از دوستانم که داشتیم صحبت میکردیم، دکتر اسخر الهی، به من بیخ گوشم گفت که ببین کارهای میرصادقی را خوب بخون، چون تفکر توش هست، تفکر، تفکری که ما عادت نکردیم، یعنی نذاشتن تفکر بکنیم، نذاشتن، قدغن بوده فکر، تفکر، این تفکر رو یاد بگیر تو کارات به کار ببر. و من اطاعت کردم. هوشنگ و گوشیری هم خیلی اراده داشت به جمال میرصادقی، گرچه با کار من زیاد موافق نبود، ولی همیشه به من گفت که تفکر را یاد بگیر. تو اون داستان های میرصادقی تفکر موج میزنه، تفکر موج میزنه. عادت بده خواننده تا به تفکر مثل میرصادقی. و من اطاعت کردم. خیلی متشکرم که من آوردین توی جلسه که خدمت میرصادقی برسم و دستش رو ببوسم. خیلی متشکرم. من دیگه حرفی ندارم چون مریضم. ببخشید. اسم داستان رو بگم یا میخوایم؟ نه چراغ‌ها دیگه، اصلا اسم فیلم چراغ‌ها هست. اسم چراغ‌ها دیگه که با این شاید شروع بشه.
کودکی خیلی بدی داشتم. اینکه من از کلاس اومدم و کلاس ابتدایی رو خوندم، اومدم کلاس دبیرستان. تو دبیرستان که اومدم، دبیرستان پنجشنبه هاش تعطیل نبود. من رو دبستانا تعطیل بود، من یه دفعه نرفتم. یه ناظمی شمری داشتیم که هر که چیز میزد، هر که غیبت میکرد، میاد میخوابوندش ترکه میزد. من ترس ترکه خوردن اصلا مرسره ول کردم. بابام از خدا خواسته منو برداشت بود سر یه دکون. حاج آقام همیشه میگفت درس خوندن زیادی آدم رو هرهوری مصرف میکنه. هنوز یکی دو ماهی به دبیرستان نرفته بودم که حاج آقام از مدرسه درم آورد و گذاشت سر یکی از دکانهاش. پیش یکی از دکاندارهاش که قصابی یاد بگیرم. جمال میرزاده چقدر توی داستانم که میمیزه بود؟ خیلی! چون نویسندگی در اینجا عرفه نیست. اغلب نویسنده ها شغل دیگه ای باستشان تا زندگی اون شده. خب من همیشه معلم بودم، بعد کارمند دولت شدم، بعد تستاس شدم، بعد این آخر عمری رفتم دانشگاه درس میدادم. این بچه های شاگردای من هستن، شاگردای من بودن، همه الان هم هستن. پوریا گفت نمیتونه. پوریا گفت به شدت سرما خورده. خب اینا دو اینجا بذار، اونجا بذار، اون کنار دست کنید بذار. کلاس یه شنبه 25 نفر بود، چهارشنبه 30 نفر بود، ولی هی تعداد کم شد. این روزگار باعث شد جوان ها همه رفتن کانادا رفتن. صداشون خوبه. آره. شاگردای من یه کتاب رو در آورده، خیلی اینجا چند تا کتابه داره. اگه سرم بیار کتاب تو بده توضیح بخونه بنویسه. این خانم میاد داستانو میخونه. اینا از اینا امروز دیگه فقط سوسوها را دید. شاید عشرت رو گفتم بیاد گفت بهت اینا. چرا سلام. اینا این دو تا الان دبی هستن. دیگه اینا همه عوض شدن، کسای دیگه هستن. ولی عشرت میاد دیگه، یکی دیگر هم گفتم که بیاد. بعد از مدتی که من جدا بودم، نه شورای نویسنده ها بودم، نه کانون نویسنده ها بود، میرفتم اینا، دوستی که خدا زندهش بذاره هنوزم هستش، اومد به من گفتش که آقا تو بیا این، مگه تو نمیخوای، تو معتقد نیستی که عدالت خواهی، میخوای عدالت خواهی بکنی، هیچ نسبت نمی بیا. ما تو شورای نویسنده ها یه جلساتی داریم برای داستان نویسی، اونجا جلسه های شعر هست که خب آدمای مثل چیز سایه هست، ابتهاج بود، آدمای بزرگی دیگه اونجا بودن، کیاوش کسایی اداره میکنن، تو نقاشا الخاص هست، کسایی دیگه هستن که اداره از چیز میکنه، کسایی دیگه که تو موسیقی آقای علیزاده هست. تو هم بیا این شورای نویسند قسمت داستان نویسی تو این چیز الخاص. اینم مهتاد بهاره که با هم گفتن، این احمد محموده. آخه اش میرفتیم آخری هست کتاب داری، کتاب شما تقدیم میکنه هستش. اینو خیلی مرد با فضیلتی بود، خیلی من دوستش داشتم. اینو بزرگ علوی خیلی مرد با فضیلتی. این دوتا این ما سخنی هست، این خالریه، این ستوسینی، این تفضلیه، همه فردون مشیریه، بعد این هنو هستش، این بر همه هستش، این شفیع کتکنی، این هم من هست، شفیع کتکنی و اینا، عباس حکیم، این اغلبشون مرده، این طاهریه که از این تقیزاده هست، همه اینا هست، یعنی جمع چیز نویسندگان سخن. این گذاشته اون این بزرگ داشتی و از من گشتن خانه جوانان. اول راضی کردن که من صحبت کنم، بعد گفتن نه، بعد منوش یه مقاله رو خود من یکی دیگه بخونه، اونم جلوش رو گرفتن. هیچی ما سنگ روی هست شدیم، رفتیم اونجا و برگشت. شیش تا کتاب من الان جلوش هستش، سه تا کتابم از خانومم و دخترم جلوش گرفتم به خاطر اینکه اسمش اسمشو میرساده. روزگار غریبیه. پلکایم را به هم فشار میدهم، بیفایده است. خواب از چشمایم رفته، دلم آرام نیست. به هم ریختم، آشفتم، از من چیزی جدا شده، در من چیزی ترک برداشته، خودم نیستم، ناقصم، نفسهایم صدادار است، راحت بالا نمی آید، قلبم در گوشهایم می کوبد، دهانم باز و بسته می شود، هوا را با ولع به درون می دهم، بلند می شوم، می نشینم، دوباره می افتم روی تخت، راحت نیستم، نمی توانم بخوابم،
به پنجره نگاه میکنم، آینه آسمان شده، ابرهای سیاه و سفید از جلو آن میآیند و میروند، سفیده زده و من هنوز در کشاکش و تقلایم. مادر من سواد قرآنی داشت، سواد قرآنی اینه که فقط میتونستم بخونن، آخر سواد داشتن تو طبقات پایین داشت، این یه حالت چی بود؟ تابو بود. مادر کیف بزرگی برایش خرید و روز اول تا دم مدرسه همراهش آمد. ما میبینیم در گذشته نویسنده های یه نویسنده زن پیدا نمی کنیم. چرا؟ دعا میخواند و به او فوت میکرد و در حالی که چشمهایش پر از اشک شده بود التماس میکرد. از جمله خانم فریبا وفیت، جمله خانم مدیر روانی پور، از جمله خانم گیتی رجبزاده، اینا که از خیلی این نویسنده هایی که به حال دارن راه میان جلو هستن، هر کدوم دو تا کتاب دارن، بیش از دو کتاب دارن، نویسنده هایی هستن که تازه اولی مجموعه شون رو در آوردن و ادامه میدن. اینا خیلی آدم های پوست‌کلفتی بودن. همیشه هم قرار این بوده که یه سه تا داستان خونده بشه. سایه سیاه رنگ جلوی صورتش را پوشاند. ببخشید خانم، شما شیر دارین؟ بابا همش میگفت ماشین مامان لگنه، خودش میخنده ها، ولی من میگم میزنه رو دستم. داستان نقد میشه اینجا. خیلی داستان خوبی بود، بیشتر تصاویری که داده بود خیلی زنده بود. تحولش هم خیلی مشهود بود، اما ابتدایی که میرم انگشتو میزنم و منتظر هستم بالاخره اینو صداش میکنن یا نه. یه ابهامی در داستان بود که ما همش دنبال ارتباط این زن با این بچه میگشتیم. تصویرسازی فضاش خیلی خوب بود، ولی به نظرم تازگی و بدعتش کم بود. اینم یه پسر بچه تخس شیطونه که حالا نگران مادرش شده، ولی الزاماً این که مثلا یعنی غمی نداره. این ابهامو برطرف کنی تصور میکنم که داستان در اومده. ولی اینجا این بچه داستان تو یه ابزار فقط برای اینکه تو حرفاتو از دهنش بگی. بعد حرف آخر رو من میزنم. گفتم که من درومایه اون رشته ایست که از بین دونه های مروارید بگذاره. این درومایه اینه که این بچه پیدا شده، این زن اومده نشسته. آخه این زن محوریت داره تو داستان آقای عزیز من. نیومده که اونجا، چرا متوجه نیستید شما؟ این میاد اونجا در جریان قرار میگیره، اگه این زن نبود اصلا کسی کمک نمیکرد. اون میاد اونجا طلاق میگیره، مثلا یه بهانه‌ای حلقه‌ای که در جهت اون قرار میگیره. آقای داشاکرم وقتی هستش خب هیچ باورش نمیشد، کار خودش میکرده و این داستانا جمع میشه. اگر امکانات باشه، اگر فرضتون که دیگه سانسور باشه این باشه، ما 5 تا کتاب در آورد. بعضی میان خب یه مدتی هم میان این حفره دارن، ولی چیزایی پیدا میکنن که جانشین میشه، ول میکنن میرن. با این و جامعه ما جامعه نیست که داستان پرور باشه، تو سرش به صد نمیذارن پدرش در بیاد، باز خیلی صبور باشه، خیلی شکیبا باشه، خیلی پایدار بمونه تا بتون نویسنده بشه. و چطور من به نویسندگی رو آوردم؟ ببینید من گفتم که ما 75 میلیون داریم، هنوز 50 نویسنده 6 نویسنده راحت بتونه بخونه، آدم بخونه نداریم. من از کلاسام همونقدر که به دیگران چیز یاد میدم چیز یاد میگیرم، و این کسش که واقعا عشق به این کلاس ها دارم، و این وقتی که میذارم، پولی که میگیرم خیلی کمه، اونم برای اینکه فکر نکنن کارون سره اگه همینجوری بذارم. نمیخوام بگم نیاز ندارم، چرا نیاز دارم، ولی سعی میکنم اون حداقل اون کمترین پول رو بگیرم که صدمه ای نکنم، چون اخلاق دانشجو من پول ندارم. و چطور من به نویسندگی رو آوردم؟ ببینید من گفتم که حادثه های استثنایی تو زندگی هر کسی ممکنه بازتاب های مختلف ایجاد کنه. تو زندگی منم این بازتاب ها، این حادثه های استثنایی خیلی تاثیر گذاشته. من یادم میاد که پرسون که حدود پرسون کلاس 11-12 ساله بودم، اون حدودا بودش. اینا زور تابستونی بودش که بسیار گرم که خوابیده بودیم. برخواد خب من خوابم نیمد، بلند شدم یواشکی از اتاق اومدم بیرون،
آفتاب زل همه حیات رو پر کرده بود. اومدم که برم تو کوچه، چون بچه‌ها صدای بچه‌ها رو می‌شنیدم که دارن بازی می‌کنن، الک دولک بازی می‌کنن، زور می‌کشن الک می‌گیرن. رفتم دیدم در قفل کردن، نمیتونم برم. خب حوضی بودش و کلاغ‌ها اون بالا بودش و سنگ برداشتم انداختم کلاغ در رفت و همینجور می‌گشتم. قشنگم اومدم قفل رو چیز کنم نشد. همینجور میگه تشنم شد، من مریض شدم. مریض شدم، خونه خوابیدم. یه مادر بزرگی داشتم، زن هم پدر بزرگ، مادر بزرگ پدری من. بیاخت میشنم حرف میزدم، گفتم دلم میخواد درس بخونم. اومد به این گفت این حالی که مسعود نمیتونه بره اینا، برید بذار بری درسشو بخونه. پدر بزرگم هم گفت بذار درسشو بخونه و این حرفا. مادر گفت حیف نیست، چند سال درس خوانده و زحمت کشیده، حالا که باید از درسش نتیجه بگیرد از مدرسه درش بیاوری. تو که تا حالا صبر کرده ای، یک سال دیگر هم دندان روی جگر بگذار و صبر کن. به او که نزدیک شدند، چراغ‌ها شعله‌ور شدند و دور هم گشتند و جمع و حلقه شدند. عطر گل‌ها فضا را پر کرد، آوازها بالا گرفت، چراغ‌ها پیش آمدند و به او رسیدند و دور او گشتند. از جا بلند شد و چراغی به دست گرفت. کامپیوتر رو یه تقریبا یه سال و دو سالی کشفش کرد. قبلا می‌ترسیدم برم سراغش، ببینم مشکله. یه دفعه نشستم جلو تلویزیون، یه بچه پسره که 6 7 ساله نشسته داره کار می‌کنه. اون دیگه من که پیر شدم درست، ولی از پسر 6 7 ساله کمتر نیست. خیلی راحتم، کامپیوتر رو یاد گرفتم. این هنوز خوشبختانه چیز نیست، خراب نشده. بذار بیاد. و این داره میخونم اونجا صداشو. آره تعلیم میبینن آوازه و خیلی خوبه. هر کسی باز یه آویزه بگیره تو زندگیش باز جایی، اگه یه آواز نداشته میفته زمین اصابشه. ما نوشتن رو اونم آواز آواشه، ایشون هم دوربین دستش، شما هم دوربین دستش، یعنی آویزه هستش. این همه بحال این که همه این هستش. خب یه موقع من خواستم که رمان عاشقانه بنویسم. چشمهایش را که میبست خود را توی باغ میدید که کنار او نشسته و صدای او مثل زمزمه شیرین در دور دست به گوشهایش میریزد. همه چیز مثل خوابی بود، چه شیرین بود. چشمهایش همچنان بسته میماند. خوابی شیرین. دلش نمیخواست از این خواب بیدار شود، دلش نمیخواست چشمهایش را باز کند. بزن بکنم بیا آی ببینم آی آها عالیه. دا حلوا شده آه پخته. این خود من هستم، میمنت هست، این داماد من هست، این دختر من هست، این مادر داماد من که فوت شده، اینم پسر من. بچه های من خب هر کدوم الان عرصه ای دارم. پسر من الان فیلم سازه و مستند سازه. دخترم هم به هر گرچه عروسی کرده در خارجه، خب کارهایی ترجمه کرده، شخصیت خودش رو به نحوی نشون داده. اینا اینم دوتا نوای من مثلا یکی 16 سال یکی 10 سالی شده. این کوچیکی واقعا این من این اعتراف باز بکنم، اگر بهار میمنت نبود بچه ها به این حد نمی رسیدن. این هم میمنت و من هستیم. من همسرم رو در دانشکده پیدا کردم، با هم هم کلاس بودیم، با هم درس میخوندیم، بعد هم دیگر خواستیم. بعد دوران خواستنم یه ذره ادامه پیدا کرد، با اینکه مشکلاتی سر راه بود، ولی چون ما هم دیگر میخواستیم مشکلات از بین رفت. باید واقعیت رو بگم که اگر همسرم نبود، این که من الان هستم نبودم. خیلی پرگذشت بود، خیلی فداکار بود، مادر خوبی بود، خیلی خوب بود. خب زندگی شلوغ، من یه مقدار تحمل کرد هستش اینا که شاید کسی که بود تحمل نمی کرد. مردی با قیافه شوریده، پیشانی عرق نشسته دستت خورد به دست من و چشمهای یه گل آتیش بود.
به اون نگاه میکنم. داشتم میگفتم دستم این تصویر من نیست، این من نیستم. نرم و شیرین است، گرما در رکایم میدود. او را میبینم که با قامتی بلند و چهره تاریک در قاب آبی ها به درون میآید و ولودش فضای اتاق کوچک مرا پر میکند. سرسام میگیرم، خوابم نمیبرد. از این پهلو به آن پهلو میشوم، پلکایم را به هم فشار میدهم. بیفایده است، خواب از چشمایم رفته، دلم آرام نیست. فکر نمیکنه عمری هم باشه دیگه، خیلی خسته هستم، خیلی واقعا افسرده شدم. یعنی صبح 7-8 تا قرص میخورم، شبم 7-8 تا قرص میخورم، فشار خون میره بالا میاد پایین، روغن اضافه، خند اضافه شده، چیزایی دیگه. خوابم نمیبرد، از این پهلو به آن پهلو میشوم. شب دیر وقت بود، کتاب را بست و خوابید. مطالب کتاب گسیخته و در هم به خوابش آمد. در جلد قهرمانهای کتاب میرفت، جنگ میکرد، فرمان میداد، با دوستهای دریایی شمشیر بازی میکرد، سفر میرفت. شهرهای عجیب و غریب و رویایی را میدید، با مردمان عجیب و غریب معاشرت میکرد، با زنهای قشنگ و ملوس میگفت و میخندید و عشق. شب خواب دیده‌ای که آدمهای غریبه‌ای به شهر ریختند که همه چیز را خام خام میخورند. گاوها و گوسفندها را میکشند، گوشتانها را به نیش میکشند، دندانهای سفید و درازشان را به اهل شهر نشان میدهند و با پوزه‌های خون‌آلود میخندند. سیگار را خاموش کرد، از پشت میزش بیرون آمد و توی اتاق به راه افتاد. اگه بخوای چیزی توی این مملکت عوض بشه، باید حداقل آزادی و دموکراسی هم باشه. میبینی که همه درها رو بستن، مردم رو تو ترس و جهل و فقر نگه داشتن. با این وضعیت چطور میشه جامعه تغییر کنه؟ من با این بزن و بکش و کشتشوها اعتقادی ندارم، گرچه برای این جانهای پاک و فداکاری هاشون ارزش و احترام بسیاری قائلم، اما نتیجه کارشون هیچ معلوم نیست. نمیدونم چی از آب در میاد و عاقبتش چی میشه. سینما همیشه در نظرش محل فساد بود و ترس و بیزاری او را برمی‌انگیخت. هر وقت از جلوی سینمایی رد میشد، عکس‌های نیمه برهنه زنها او را به وحشت میانداخت. فکر میکرد سینما جایی است که زنها میآیند تا برهنگی خود را به مردها نشان بدهند. عکس زنهای برهنه و صورت‌های تیغ انداخته مردها، لباس‌های عجیب و غریبی که پوشیده بودند، نفرت زده می‌کرد. حالا همه احساس نفرتی که به سینما داشت در قلبش بیدار شده بود. به یاد همه آن چیزهایی که از پدرش و حاجمویش راجع به سینما شنیده بود افتاده بود. ترس برش داشته بود. اگر فرشته دست او را نمی‌گرفت و اصرار نمی‌کرد، هرگز رضا به آمدن نمی‌داد و پا به سینما نمی‌گذاشت. تماس دست کوچک و لطیف فرشته و نگاه های مهرامیزش مقاومت را از او می گرفت. تو دکان کار گرمم می کرد. مشتری ها از همه رقم بودند. از بعضی هاشان خوشم می اومد و از بعضی هاشان نه. بیشترشان رنگی نداشتند. می آمدند و می رفتند، بیان که توجه آدم را به خود جلب کنند. دستت خورد به دست من. یه گل آتش بود. داشتم می گفتم دستم رو بگیر. لامصب دستم رو بگیر. امشب از جمله مهمانان ما استاد ارجمند جناب آقای دکتر تورج رهنما هستند که دو نسل از مترجمین زبان و ادبیات آلمانی از دانشجویان استاد رهنما هستند و بسیاری از داستان‌های کوتاه مهم زبان فارسی از جمالزاده تا کنون برای اولین بار توسط
استاد دکتر تورج رهنما به زبان آلمانی ترجمه شد و ادبیات امروز ما در واقع وامدار ایشون هست از جهت معرفی به زبان آلمانی، که بسیاری از زبان آلمانی بود که شناختن داستانهای ادبیات معاصر ایران رو. خوشحال میشیم که تشریف بیارن و دقایقی رو در خدمتشون باشیم و با دوستدارانشون سخن بگن. خواهش میکنم. به شما سلام میکنم. از اون نسلی که از مجله سخن که شادروان خانلری به وجود آورده بود و من هم افتخار داشتم که یکی از اعضای هیئت تحریری اون باشم، امروز دو نفر باقی موندند، یکیش جمال میرصادقی است و دیگری من. آمدن من و پیوستن من به دوستان بسیار عزیزی که و بسیار صمیمی که در مجله سخن بودند، حقیقتش به این صورت بود که من سال فکر میکنم 1347 یا 48 مطلبی رو برای مجله سخن فرستادم و بعدن مدتی بعد نامه از دکتر خانلری دریافت کردم که با نهایت محبت مرا تشویق کرده بود به ادامه کار و یادآور شده بود که هر موقع من به ایران آمدم و در ایران شروع به زندگی کردم حتما سراغ او بروم و با دوستان مجله سخن آشنا بشم. و من این کار رو کردم. فکر میکنم یک سال یا دو سال بعد از اون من کاری رو که داشتم در خارج از ایران رها کردم و به ایران آمدم. دلیل آمدن من به این صورت بود که من رئیسی داشتم. من در یک دانشگاه متوسط بعد از تحصیل در آلمان در یک دانشگاه متوسط در اتریش درس میدادم، یعنی من به صلاح مربی بودم یا احتمالاً استادیار بودم و 4 ساعت هم در اونجا درس میدادم و یادم میاد که رئیس من که یک پروفسور معروفی بود یک روز و در ضمن بیماری قند هم داشت و بسیار آدم جدی بود و من هرگز خنده و حتی لبخند او رو ندیده بودم، یک روز من رو به خانهش دعوت کرد، کاری که هرگز تصور نمی کنم اتفاق بیفته. و من رفتم اونجا ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر، 4:30 بعد از ظهر بود و به من گفتش که من خانمم نیست و میرم توی آشپزخونه برای شما قهوه درست میکنم و میارم و قهوه رو درست کرد و آورد و من تنها نشسته بودم و واقعا نمیدونستم چی بگم به دلیلی که میترسیدم از اون، حقیقتش میترسیدم، یه ترس همراه با احترام فوق العاده.
بعد او آمد و نشستیم و کمی صحبت شده اینها. آخر قضیه به این صورت بود که به من گفتش که شما چند ساله در اینجا هستید؟ گفتم خیلی سال. گفتش که چقدر میخواید در اینجا بمونید؟ گفتم کمی فکر کردم و حقیقتش جوابی برای این سوال نداشتم. گفتم تا آخر عمر. گفتش که تا آخر عمر. آیا مشکلی ندارید از نظر دانشگاه؟ گفتم خیر. گفت مشکلی ندارید از نظر کار کردن؟ گفتم خیر. شما می نویسید، تایید می کنید و من پلیس به من اجازه اقامت و کار می ده. گفت بسیار خوب، فقط یه سوال دارم و اون این است که شما موقعی که مردید همین لفظ رو به کار برد، هیچ کلمه فوت کردید، درگذشتید و امثال اینا. گفت موقعی که مردید میخواید در یک سرزمین بیگانه دفن بشید؟ حقیقت هم این بود که این لیوان، این فنجان قهوه که در دست من بود شروع کرد به لرزیدن و خوب یادم هست که حتی مقداری از قهوه هم ریخت و او متوجه شد، سرش رو برگردوند که به من نگاه نکنه. و من 3 ماه بعد در ایران بودم و در دانشگاه تهران. این آمدن من به اینجا بود و اون قبلی هم، اون چرا که قبلا خدمت شما گفتم، اون هم آشنایی با همکاران عزیز و بسیار صمیمی که در مجله سخن پیدا کردم. تعداد اصلی ما در حدود 5 یا 6 نفر بیشتر نبود. جمال میرصادقی یکی از دوستان بی نهایت صمیمی من بود و به خاطر دارم که محبت پیشاهبی که او در حق من کرد این بود که داستانی رو به نام پیراهن آبی به من تقدیم کرد که مایه افتخار من بود و هست و تا زمانی که زنده ام خواهد بود. جمال انسانی است بی نهایت ساده، بی نهایت صمیمی و در ضمن عصبی، در ضمن عصبی و بی نهایت حساس، به طوری که اگر کلامی از شما بشنوه که مورد موافقت او نباشه بلافاصله از شما قهر خواهد کرد. ای به می جمله بگفتی هنرش نیست بگوی. من صحبت رو بیشتر از این نمی کنم چون حضور ذهنم برای ادامه صحبت ندارم و من تازه گفته شده که این صحبت رو انجام بدم. فقط افتخار میکنم که 42 سال است که با او دوستم و افتخار میکنم که با یک هنرمند بی‌شائبه‌ای که به هیچ دسته و گروهی تعلق نداشت و نداره و ایستاده است و ایستاده است و ایستاده است، با او دوستی داشتم. اجازه بدید که من برای احتمالاً حسن ختام شعری رو که در سال برای اولین بار در سال 1367 گفتم اون رو و چاپ شده و اون رو که امروز هم مصداق پیدا میکنه و فکر میکنم که خیلی سالهای دیگه هم مصداق پیدا بکنه برای شما بخونم. و شعری نمادین، فقط برای اینکه در این مجلس شعری هم خونده بشه از این بابت. من متاسفانه چشمم نمیبینه، من تقریبا نابینا هستم، بنابراین ببخشید اگر مجبورم از چند تا عینک استفاده بکنم و کمی به حافظه خودم در ذهن فشار بیارم و از روی متن این شعر رو برای شما بخونم.
سابقا صحبت از جعبه مارگیری بود. شعری است که من عرض کردم سالها پیش گفتم. اسم شعر هست بعد از هزار سال. با دشت بان پیر، با دشت بان پیر شبی گفتم آیا غزال دشت، آیا غزال دشت روزی دوباره سحر بهاران را در چشم جفت خیش تواند دید؟ آیا گوزن این مظهر نجابت و رعنایی، این مظهر نجابت و رعنایی بر شانهای کوه خواهد نشست باز؟ آیا دوباره پوپک غمگینی یک روز صبح زود، یک روز صبح زود آینه زلال نگاهش را در چشم سبز چشمه توانت یافت؟ گفتم بگو بگو کی خیلی آهوان جوان زیندشت خواهد گذشت. روزی که سیل روح شقایق را تاراج کرد و رفت، روزی که باد یاد بهاران را با خود به خاک سرد سترون برد، آهسته گفت بعد از هزار سال، بعد از هزار سال که کرکس مرد، بعد از هزار سال که کرکس مرد. انتظار داشته باشیم که کرکس زودتر از هزار سال بمیره. خیلی متشکرم. با تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر تورج رهنما، از خانم انسیه ملکان دعوت میکنم که قرار هست که دو داستان از استاد میرصادقی رو خونده بشه، ولی فعلا یکیش تا بعد ببینیم وقت جلسه به کجا میرسه که درباره دومیش تصمیم بگیریم. از خانم ملکان دعوت میکنم که تشکر. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. به عنوان شاگرد آقای میرصادقی صحبت کردن درباره ایشون از عهده من خارجه و گفتن خاطرم در صورتی میتونه جذاب باشه که طرفین ماجرا هر دو در یک کفه ترازو قرار بگیرن. من در واقع شاگرد کمترین ایشونم و افتخار خوندن یکی از داستانهاشون رو دارم. در واقع دو تا داستان از ایشون انتخاب کردم که میتونه دو روی سکه ی آقای میرصادقی باشه. یه داستان رزمیه به اسم رستم و سهراب، یه داستان بزمیه به اسم عشق که اگر فرصت شد عشق رو بعدن میخونم. شبی بیخوابی به سر شاه افتاد، از این پهلو با آن پهلو بسیار بگشت تا عاجز شد. بیماری یگان فرزند پسر خواب از چشم او رو بوده بود. کودک در تب مهلک می سوخت و حکیمان در علاج او درمانده بودند.
شاه از بستر برخاست و از حرم سرا به در آمد و حاجب را بخواند و گفت کسی را به نزد ما بیاور که ما را از رنج بیخوابی آسوده کند. حاجب خدمت کرد و گفت ای بزرگوار شاه، نوازندگان و ظریفان حاضر آورم تا بنوازند و برخصانند و خاطر شاه را تراوت بخشند. شاه برآشفت و بانگ بر حاجب زد چه گویی مردک، ما در غم کودک بیمار به شادخاری بپردازیم؟ حاجب بترسید و عذر تقصیر بخواست و گفت عالمان و شاعران به حضور آورم تا آنان به مباحثه بپردازند و اشعار شیرین و نغز بخوانند. شاه گفت ما را نفس به اینها طالب نیست. حاجب گفت ای بزرگوار شاه، میل دارید که به باغ بروید و در میان گلها و شکوفه ها تفرج کنید و به ستاره های فروزان بنگرید که چسان پرتو در میان باغ افکندند؟ شاه چهره در هم کرد نه، دل ما به هیچ یک از اینها مایل نیست، به باغ رفتن خاطر ما نگشاید و اندوه از دل ما نزداید. دربانسرای شاهی به حضور آمد و اجازه خواست و گفت نقال باشی و ملتزمان بر در سرایند، گویند حسب المعمول شبهای دگر حاضر آمدند و اذن حضور می طلبند. شاه به حاجب خیره نگریست و گفت تو آنان را به حضور ما خوانده ای؟ حاجب خدمت کرد و گفت ای بزرگوار شاه، هفته یک از بهر شاهنامه خوانی به سرا آیند، حالیا اگر نفس پادشاه طالب باشد به سرا بخوانمشان تا نقال باشی نقل رزم شاهان و یلان بگوید تا خاطر شاه از غم پاک شود. شاه روی موافقت نمود و گفت دیریست که حکایت رستم نشنوده ایم، شاید خاطر ما بگشاید و اندوه از دل ما ببرد. نقال باشی و ملتزمان درباری اذن حضور یافتند و به سرا آمدند و هر یک بر مصطبه خاص خیش قرار گرفت و غلامان برگرد آنان حلقه زدند. نقال باشی خطبه ای بگفت و چرخی در حلقه بزرگان بزد و تعلیمی خود به جنبانید و براعت استحلال بخاند. کنون رزم سهراب و رستم شنو، دگرها شنیدستی این هم شنو. یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. شاه براشفت و به نقال خشم گرفت ابله مردی که تو باشی چه خواهی به نقل آوری؟ مرگ پسر به دست پدر زبانت بریده باد. نقال دم فرو بست و بر جان خود بترسید. بزرگی از ملتزمان خدمت کرد و گفت ای بزرگوار شاه، بر او ببخشایید، او را تقصیری نیست، تا بدینجا بر ما نقل گفته، حالیا فرمان پادشاه است. شاه روی به نقال باشی کرد و خشم خود فرو برد و گفت چه شود اگر حکایت باشگونه کنی و مرا بر شادی پدر شاد کنی و از غم کودک برهانی که بر دل من چنگ انداخته؟ چه شود اگر آن یل بی خرد گردن‌آور سیستانی فرزند خیشتن به ناروا تباه نکند؟ نقال به اندیشه شد، شاه را دژم دید و بوسه بر خاک زد و گفت فرمان پادشاه است، نقل همان گونه گویم که خاطر شاه طالبان است. پس تعلیمی خود بر دست بگردانید و در حلقه ملتزمان و غلامان دوری بزد و دست بر هم کوفت و حکایت به نثر و به نظم چنین روایت کرد. بشنو چون نونهال تناور سهراب یل به ایران زمین شد. تهمینه را دل بشورید و براندیشه شد که اگر پسر به وسوسه افراسیاب جادو بر پدر پیروز شود، افراسیاب او را به یک دم بر جای نگذارد و شبی بر خوابگاه او روند و نوباوه را در بستر خواب هلاک کنند. یا اگر پدر پسر را بشناسد و او را زنده نگذارد، چه ستمی بزرگی بر مادر رود. در حال بفرمود تا اسبی گامزن حاضر آورند. ندی مکانی چند با خیشتن یار کرد و بی خبر از پدر راه ایران زمین در پیش گرفت.
نقال تعلیمی بگردانید و دور دیگری بزد و از فرو افکندن رستم در آوردگاه بگفت. کمربند رستم گرفت و کشید، زبسور گفتی زمین بردارید. به رستم در آویخت چون پیل مست، برآوردش از جای و بنهاد پست. یکی نعره برزد پر از خشم و کین، بزد رستم شیر را بر زمین. رستم چون فرو افتاد بر جان خود بترسید و زبان به لابه و زاری بگشاد. به سهراب گفت ای یل شیرگیر، کمند افکن و گرز و شمشیر و تیر. دگرگونه تر باشد آیین ما، جز این باشد آرایش دین ما. کسی کو به کشتی نبرد آورد، سر مهتری زیر گرد آورد. نخستین که پشتش نهد بر زمین، نبرد سرش گرچه باشد بکین. بدین چاره از چنگ آن اژدها رها شد و سر بر بیابان گذاشت و در آب روان سر و تن بشست و به درگاه ایزد یکتا استغاثه کرد. به یزدان بنالید که ای کردگار، بدین کار این بنده را پاس دار. همان زور خواهم که از آغاز کار، مرا دادی ای پاک پروردگار. ایزد یکتا بر او رحمت آورد و نیاز او برآورد. نقال دور دیگری بزد و دست بر هم کوفت و گفت دیگر روز رستم با آوردگاه آمد. دل سهراب بر مهر او تپید، گامی پیش نهاد و گفت ز کف بفکنین گرز و شمشیر کین، بزن چنگ بیداد بر زمین. نشینیم هر دو به رامش به هم، به می تازه داریم روی دژم. دل من همی بر تو مهر آورد، همی آب شرمم به چهر آورد. رستم بخندید و او را به سخره گرفت. نقال هر هر خندید و تعلیمی را از دستی به دست دیگر داد و صدا در گلو انداخت. نه من کودکم گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بسته دارم میان. بسی گشتم در فراز و نشیب، نیم مرد گفتار زرق و فریب. از اسبان جنگی فرود آمدند و چون شیران دگر بار به کشتی در آویختند و چندی بگشتند. رستم نعره ای از کین و خشم برکشید و سهراب را برکند و بر زمین زد. نقال سر به افسوس تکان داد و دوری زد و بر سر نقل خود رفت. از آن جانب بشنو تهمینه بانوی بانوان، همه شب بر اسب میتاخت تا صبح دمان به آوردگاه رسید. خبر یافت که برادر ژنده رزم تباه شده و سهراب به رزمگاه است. آب در چشمان بگردانید و اسب به میدان تاخت. رستم را بدید تیغ تیز بر دست، بر سینه نونهالش نشسته. آه از نهادش برآمد، بزد نعره و خونش آمد به جوش. همی کند موی و همی زد خروش. رستم به نعره او سر برگردانید، سواری سیاه پوش بدید که لشکر از میان شکافته. اسب به سوی او تازد. نقال ساکت شد، جایگاه را دور زد و گره بر ابرو انداخت و دست بر هم مالید و زبان به دعا و طول عمر پادشاه گشود و نیاز خواست. یکی از بزرگان کیسه زر به سوی او افکند. خواجه سرا از حرم سرا مژده آورد که تب کودک بریده و لب به سخن و دهان به طعام گشوده. قوقای شادی برخاست. خاطر شاه آرام گرفت و فرمان داد که دهان نقال از سکه طلا پر کنند. ملازمان هر یک به فراخور خیش انعامی به نقال باشی بخشیدند. خوردنی و شربت آوردند، طبقی میوه، طبقی حلوا، ظرفهای طعام، جامهای شراب. کودک در آغوش مادر از حرمسرا آمد و ندیمان در پی او روان. شاه به دیدار کودک شاد شد و او را در آغوش گرفت و مادر را بنواخت و در جایگاه برتر نشاند. زنان و ندیمکان را فرمان به نشستن داد. از میوه ها و حلوا بخوردند و شادخواری کردند. به اشاره شاه نقال برخاست و خطبه‌ای بخواند و دوری بزد و تعلیمی بگردانید و نقل خود باز آغاز کرد. چون رستم نعره سوار سیاه پوش بشنود، حیران گشت و در عمل خیشتن بماند. نقاب از چهره سوار فرو افتاد، بانگ بر رستم زد.
پسر را خواهی گشت، پسر را خواهی کشت، یل بیخرد. بزد چنگ و بدرید پیراهنش، درخشان شدن لعل زیباتنش. سهراب مادر را بشناخت، بدو گفت سهراب کین مادر است، دل از مهر فرزند پر آذر است. نقال ساکت شد، دست سایبان چشم، گوی رستم نگاهش بر چهره ها گشت و جایگاه را دور زد. تعلیمی را چون خنجر بالا گرفته بود، زن پس ایستاد و تعلیمی بر راست و چپ بگردانید و بر سر قول خود رفت و گفت که خنجر آبگون از دست رستم بیفتاد و تهمینه بزرگ بانوی خیش بشناخت. سهراب را از زمین برگرفت و در آغوش کشید، روی و موی او ببوسید. در پیش پای بانوی خود تهمینه پیشانی بر خاک سود و بگریست و بنالید که همه روزگارش به پیکار در آوردگاه گذشته. شاهان از تخت به زیر کشنده، زنان بر مرگ همسران، مادران بر عزای فرزندان نشانده، پدران را کشته و پسران را بی پدر گذاشته. اوف بر این روزگار خونبار، که جز کینه و کشتار راهی بر من نگشاده. اوف بر این فلک دون صفت نابکار. زان پس هر سه بر اسبان راهوار خیش سوار شدند و لشکریان را از میان بشکافتند و راه ناشناخته در پیش گرفتند. از پس آنان گرد و خاک برخاست و اسبان و سواران را در خود پوشاند. کسی را دیگر از سرگذشت آنان خبر نیافت. نقال تعلیمی به گوشه ای افکند، چشم بر شاه و مادر و کودک خندان و ملتزمان گفت: فردوسی پاک نهاد از بهر آن سهراب را در کتابش به دست رستم تباه کرد که تا روزگار و روزگار است مردم بخوانند و بر سوی سهراب ناکام بگریند و بر رستم و شاهان خشم بگیرند. مرسی. با تشکر از خانم ملکان، آقای محمود دولت آبادی چون در سفر بودن امروز ظهر این پیام رو از طریق ایمیل برای ما فرستادن که آقای درویشیان در جمع حضور دارن، منتها در سالن که جای راحت تری هست در خدمتشون دوباره بر میگردن بین ما. از همین ور ببرین استاد که سرما نخورن، از همینجا ببرین بالا. بله. متن پیام آقای محمود دولت آبادی. جناب آقای جمال میر صادقی، سال روز تولد جناب عالی را به شما خانواده به خصوص میمنت گرامی و خوانندگان و دانشجویانتان تبریک میگویم. مایلم بیفزایم داستان نویسی از نوع نوشتن جمال میر صادقی به همان نسبت آسانیابی دشوار نیز هست، بسیار دشوار. اینکه نویسندهی بتواند از ساده ترین زندگی آدم‌ها داستان‌هایی بنویسد که ساده و بی‌حادثه بنمایاند، دو گونه نگاه و داوری را به خواننده وامی‌گذارد. ابتدا آنقدر ساده انگاری که ممکن است خواننده از سر آن بگذرد، اما دومین نگاه آن است که شخص دچار تأمل بشود و از خود بپرسد مگر ممکن است موضوعی بدین حد ساده و گذرا موضوع یک داستان قرار بگیرد. بله ممکن است، به شرط آنکه نویسندهش جمال میر صادقی باشد. من جانبدار نگاه دوم در آثار شما هستم. امکان ساخت و پرداخت سادگی هنری که خاص شماست.
بار دیگر تبریک مرا در باب تواناییتان در هنر نوشتن بپذیرید. با احترام، محمود دولت آبادی، 24 بهمن 1392. متشکرم. از آقای کاوه فولادی نسب دعوت میکنم که تشریف بیارم. سلام، عصر پنجشنبه‌تون بخیر. گفتن نداره که چقدر شادم از این که میتونم توی یک شب از شبهای بخارا که در بزرگ داشته استادم، همیشه استادم آقای جمال میرصادقی برگزار میشه صحبت کنم. من این متنی رو مکتوب کردم که خدمتتون میخونم. درس هایی که از جمال میرصادقی گرفتم. زندگی هر کس پر از آدم هایی است که میآیند و میروند. بعضی هایشان خطی یا ردی خوش یا بد روی زندگی آدم میاندازند و بعضی های دیگر اثرشان همین قدرها هم نیست. انگار نه خانی آمده باشد و نه خانی رفته. اما توی هر زندگی هستند معدود کسانی که وقتی آمدند دیگر هرگز نمی‌روند و چنان تأثیری روی آدم و مسیر زندگیش می‌گذارند که ردشان تا همیشه باقی می‌ماند. اینها گاه مثل طوفان می‌آیند و گاه مثل نسیم و گاه چنان به حضیض می‌کشانندت که دیگر نمی‌توانی سر پا شوی و گاه چنان به اوج می‌برندت که احساس می‌کنی زندگیت تازه از همین لحظه است که آغاز شده و تا پیش هرچه بوده هیچ. جمال میرصادقی برای من و زندگیم یکی از این آدم هاست. اولین بار در بهار 82 بود که پایم به خانه‌اش باز شد و از نزدیک دیدمش. مادرم آشنایی پیشین با او داشت و در روزی از روزهای نوروز که به رسم هر ساله شاگردهایش به دیدنش می رفتند، من هم همراه مادر رفتم. بعد از همان تعطیلات نوروزی بود که شاگرد کارگاهش شدم. داستانی که تا هنوز هم ادامه دارد. گرچه چند سالی است به خاطر به قول اکبر رادی دویدن دنبال پول خاک زغال فرصت دیدار هفتگیش در کارگاه‌های چهارشنبه را ندارم. آن روز بهاری که برای اولین بار جمال میرصادقی را از نزدیک دیدم و دستش را فشردم، هیچ احساس غریبگی با او نداشتم. سابقه آشنایی من برمیگشت به 6-7 سالگیم که بعدها خبر از تغییر فصل میدهند برای اولین بار منتشر شده بود و در خانه در آن سالهای ترس و دلهوره دهه 60 دیده بودم که میان مادر و پدرم دست به دست میشد. هنوز 5-6 سالی مانده بود تا ازشان اجازه بگیرم و کتاب را از کتابخانهشان بردارم و جواب سوالی را که در ذهن 6-7 سالگیم بی پاسخ مانده بود پیدا کنم. با تا خبر از تغییر فصل می‌دهند، منی را که تا آن سن و سال بیشتر ژول ورن و مارک تواین و جک لندن و مستعان خوانده بودم، با دنیای جدیدی روبرو کرد. دنیای مردمی معمولی که داشتند زندگی عادیشان را می‌کردند. دنیای آدم‌هایی که به اندازه هاکلبری فین یا تام سایر یا حتی آن روزنامه نگار قصه رسوایی مستعان دور از دسترس نمی‌دیدمشان. دنیایی که برایم ملموس بود، دنیایی که می‌شد خودم جزئی از آن باشم و آن جزئی از من. بعد از بعدها خبر از تغییر فصل می‌دهند، درازنای شب را خواندم. این یکی هنوز هم به نظرم از بهترین رمان‌های فارسی است. در کنار بوفکور هدایت، کریستین و کید گلشیری، همسایه‌های محمود، شب هول شهدادی، جای خالی سلوچ دولت آبادی، گاوخونی مدرس صادقی و همنوایی شبانه ارکستر چوب‌های قاسمی. در فهرست بهترین رمان‌های ایرانی من درازنای شب به همسایه‌ها رتبه‌ای مشابه دارند. کمال و خالد هر دو نمونه‌هایی از نوجوانان ایرانی هستند که علی‌رغم همه تفاوت‌های نسلی این سال‌های تغییر شتابان، شباهت‌های زیادی در زندگی‌ها و سرنوشت‌هایشان به چشم می‌خورد. شباهت‌هایی که بخشی از مؤلفه‌های هویتی نوجوانان و جوانان ایرانی را شکل می‌دهد. من کمتر خواننده ایرانی را دیدم که این دو رمان را خوانده باشند و احساس عمیق همزادپنداری با شخصیت‌ها و ماجراهایشان نکرده باشند و سایه‌ای از خودشان یا حاله‌ای از زندگیشان را در آن پیدا نکرده باشند.
از آن بهار 82 که اولین بار میر صادقی را از نزدیک دیدم تا 5 سال بعد هر چهارشنبه عصر مهمان منزلش بودم. خانه قدیمی و گرم خیابان دربند با آن حیات باصفا و ردیف گلدانهای بنفشه و شمعدانی که سر تا سر تراس را میپوشاند و پشت پنجره‌های قدیقاب میشد. نیمه اول سال ساعت شروع کلاس 4:30 بود و نیمه دوم 4. از نیم ساعت قبل شروع کلاس کم کم سر و کله بچه‌ها پیدا میشد. من معمولا جزو اولین کسانی بودم که می رسید و دست از سوال پشت سوال بر نمی داشت. میر صادقی مدرس نه خسته می شد، نه بی‌حوصلگی می کرد و نه سوالها را سرسری می گرفت. حالا که یاد آن سالها می افتم می بینم هیچ جوره نمی توانم بابت آن همه شرافت معلمی و محبت انسانی ازش تشکری، قدردانی، تقدیری چیزی بکنم. چیزی که او یاد می داد فقط روش نوشتن و نقد داستان نبود، منش زندگی و معلمی بود. و چقدر در همه سالهای تدریسم این منش که از او یاد گرفته بودم به کارم آمد. یک بار یادم هست که قرار بود کاری برایش انجام دهم. گفتم میخواین چهارشنبه بعد کلاس بمونم؟ گفت نه کاوه جون، یه شنبه ها و چهارشنبه ها شیره جون من کشیده میشه، بعد کلاس نای نشستنم ندارم. میر صادقی مدرس با میر صادقی پژوهشگر است که کامل تر می شود. این همه پژوهشی که او انجام داده و در قالب کتاب ها و مقاله ها منتشر کرده کاری است یگانه و خدمتی بی نظیر. یک بار در نامه‌ای برایش نوشتم برای کمتر هنرمند و پژوهشگری پیش می آید که در زمان بودنش کلاسیک شود. شما شده اید. این کاری که شما در تئوریزه کردن مبانی نقد علمی داستان در ایران و برای این ادبیات مدرن هنوز کم سن و سال کرده اید از آن کارستان‌هایی است که تا همیشه بر تاروک داستان و ادبیات فارسی خواهد درخشید و میماند این افسوس که در جامعه زندگی می‌کنید می‌کنیم که در حرف هنر و هنرمند را بر صدر مجلس می‌نشاند و در عمل کارش را تجملی غیر ضروری یا تفریحی در بهترین حالت سالم می‌داند. در جامعه‌ای که سنت مکتوب کردن اندیشه‌ها سست است و در تمام دوران حالا دیگر 100 ساله تعلیق میان سنت و مدرنیتش هم کماکان فرهنگ خلق و تولید منابع مکتوب آنطور که برای جوامع در حال توسعه لازم است جا نیفتاده، بودن پژوهشگری مثل میر صادقی غنیمتی استثنایی است. از ادبیات داستانی و عناصر داستان تا داستانهای خیالی او بیش از 15 کتاب پژوهشی در زمینه‌های نظری داستان نویسی کار کرده که هر کدامشان تأثیری ویژه در ادبیات نقد و آموزش داستان نویسی ایران داشته است. این خدمت بزرگی است که فقط از یک آدم بزرگ برمی آید. و گرچه در همین زمانه هم مورد تقدیر و ستایش بوده همیشه، من تردید ندارم که هرچه تاریخ بر آن بگذرد باز هم و باز هم بیشتر قدر و منزلت خواهد یافت. آثار پژوهشی و نظری میر صادقی فارغ از محتوای ارزشمندشان کیفیتی ساختاری دارند که از نگاه روشنفکرانه مؤلفشان برمی آید. برخلاف بیشتر آثاری از این دست در کشور ما که زبانی آنچنان سخت و پیچیده دارند که خواندنشان حتی برای خواننده های حرفه‌ای و دست به قلم هم دشوار است، کتاب های میر صادقی زبان ساده‌ای دارند. او نمیخواهد آثارش را فقط فرهیخته ها بخوانند. او به توده مردم بی توجه نیست و بارها ازش شنیدم و در آثارش همه دیده ایم که به نوعی رسالت و اصالت اصلاحگری اجتماعی برای روشنفکر معتقد است. این نگاه و باور او خلاصه نمی شود به آثار و درون مایه های داستانیش و مثلا در همین نثر و زبان آثار پژوهشی نظریش هم بروز می کند. کتاب های نظری او را هر فارسی زبانی دست بگیرد می تواند بخواند و درک و دریافتی مطابق میزان آگاهیش ازشان داشته باشد. طبعا نخبه ها و آنهایی که دستی بر آتش دارند بیشتر. این هم یکی دیگر از درس های بزرگی است که من از میر صادقی گرفتم. اینکه جوری بنویسی که همه بتوانند بخوانند، اینکه احترام ارزش‌های زبانی یا کیفیت محتوایی را با قلمبگویی اشتباه نگیری و تبدیل نشوی به آدمی برج آژنشین که افتخارش این است که هر کسی نمیتواند متنش را بخواند یا بفهمد و خواننده اش باید مراتبی را طی کرده باشد تا شرف حضور پیدا کند. چنین نوع نگرشی به نظر خیلی پیش مدرنی می آید و معتقدان به این اندیشه گویی هنوز با مفهومی به نام طبقه متوسط آشنا نشدند و طرفدار نوعی اشرافیگری در فرهنگند.
میر صادقی در کتابهایش حرفش را سرراست و همه فهم میگوید و به این ترتیب فرمی را ایجاد میکند که در خدمت محتواست. همین است که کتابهای نظریش تا این حد مورد استقبال قرار میگیرند و تبدیل میشوند به منابع دانشگاهی. در میان هم نسل‌هایم دوستان داستان نویس کمی را می‌شناسم که عناصر داستانی و ادبیات داستانی را نخوانده باشند یا دست کم توی کتابخانه‌شان نداشته باشند و ادعای خواندنش را نکنند. میر صادقی نویسنده حساب دیگری دارد، آدم مظلومی است و گرچه از میر صادقی مدرس و میر صادقی پژوهشگر کسوت بیشتری دارد، از بد حادثه بیشتر اوقات زیر سایه آنها قرار گرفته. او در آثار داستانیش جهان آدم‌های را خلق می‌کند که مدام در تلاشند، ناامید نمی‌شوند، مبارزه می‌کنند، به فردای بهتر می‌اندیشند و این برمی‌گردد به همان اعتقاد نویسنده‌شان به تعهد اجتماعی و رسالت اصلاح‌گری. آدم‌های داستان‌های او از متن جامعه برمی‌خیزند و بی‌دلیل نیست که خواننده خیلی زود با آنها ارتباط برقرار و احساس همزادپنداری می‌کند. بیشتر آثار داستانی او خصلت واقع‌گرایی نمادین دارند و دارند. این خصلت به آنها بودی کلان می‌دهد. نوشته‌های داستانی او تاریخ مصرف بردار نیستند، زیر چتر زمان و مکان هم نمی‌روند و توتالیتاریسم و فشارهای از بالا را در هر زمانی و در هر مکانی به نقد و چالش می‌کشند. اگر نگاه موزعی غربی‌ها به ادبیات داستانی ایران نبود و اگر مخالفت ضمنی و پنهان حکومت‌ها با توسعه ادبیات داستانی مستقل نبود و خلاصه اگر قرار بود ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم بدهند و دروازه‌های ادبیات جهان برای ادبیات داستانی ایران باز شود، بسیاری از آثار میر صادقی می‌توانستند پیش قراولان این قافله باشند. چون جدای از این که ایده های ازلی و ابدی همچون عشق و آزادی و کمال را در خود جای داده اند و باز جدای از این که فارغ از زمان و مکان به روایت مضامین می پردازند، خصلت داستانگویی دارند و می توانند خواننده را با خود همراه کنند. این زمستان که بگذرد و بهار که از راه برسد، در اردیبهشت 93 ما 81مین زاد روز میر صادقی را جشن خواهیم گرفت و آرزو خواهیم کرد این استاد قلم هنوز و هنوز سالم باشد و کار کند و باز هم بیشتر و بیشتر دریچه های جدید پیش روی ما و ادبیات داستانی مدرن ایران باز کند. مرسی از صمیم. با تشکر از آقای فولادی نسب، نمایشگاهی از کتاب های استاد میر صادقی در سالن هست که حالا بعد از جلسه که توسط انتشارات سخن به مدیریت آقای اسقر علمی، نشر اشاره به مدیریت آقای داوودی و کتاب مهناز به مدیریت آقای کازری، چاپ‌های گوناگونش رو برای دیدن دوستان به نمایش گذاشتیم. از بین فعالیت‌هایی که در بین نسل جوان استاد میر صادقی انجام میشه و اینها با پدیده کامپیوتر هم مثل شما آشنا هستن و جمعی هم که اینجا هست بیشتر اعضای کانون فرهنگی چوک هستن که 8 سالی است فعالیت میکنن در حوزه ادبیات، شعر و داستان و به دور از هیاهوهای رایج ادبی به کار ساختن خودشون در حوزه ادبیات کلاس‌هایی دارن و بسیار جدی و با متانت تمام کار می‌کنن. امشب از جمله آمدن برای دیدار شما و از آقای مهدی رضایی که مدیر این کانون هست یه گزارش کوتاهی از فعالیت‌هاشون و کارهایی که کردن تقدیم شما می‌کنن، چون از کارهای شما بسیار آموختن. از آقای رضایی خواهش میکنم تشریف بیارن. داستان دانه انسان است. تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد چکاف و به سوی تو سر بر خواهد کشید. با سلام و عرض ادب محضر نویسندگان و فرهیختگان گرامی، 14 فوریه روز عشاق و در عین حال روز جهانی داستان است.
به این ترتیب ما در یک روز دو مناسبت متفاوت را جشن می‌گیریم. گرچه اگر خوب نگاه کنیم نه تنها تفاوتی وجود ندارد، بلکه به هم نزدیک و مرتبط است. بنیانگذار روز جهانی داستان اوزگان کارابولوت می‌گوید روز جهانی داستان هر روز دیگری از سال هم می‌توانست باشد، اما چرا 14 فوریه را انتخاب کردیم؟ دوستان نویسنده روزهای دیگری را پیشنهاد کردند، ولی همانطور که سعید فائیک می‌گوید همه چیز با عشق آغاز می‌شود و ما معتقدیم عشق زمانی پیدا می‌شود، زمانی معنا پیدا می‌کند که همه انسان‌ها را در بر بگیرد. و به همین دلیل بعد از بحث و گفتگو با نویسندگان بسیاری تصمیم گرفتیم 14 فوریه یعنی روز عشاق را روز جهانی داستان اعلام کنیم و تصمیم درستی هم بود، چرا که همه ما نویسندگان عاشق داستان هستیم. اوزجان کارابولوت میگوید آنچه انسان را انسان میکند رویای اوست، کافی است رویایی داشته باشید و به دنبالش باشید تا به واقعیت بپیوندد. ما داستان نویس ها رویایی داشتیم که حالا شاهد واقعی شدنش هستیم. کانون فرهنگی چوک نیز ابتدا بر پایه داستان نویسی و با نام انجمن داستانی چوک در سال 85 تشکیل شد به همت چند جوان عاشق ادبیات داستانی، محفلی کوچک با آرزوهای بزرگ، و رفته رفته فعالیت‌های این انجمن فراتر از محله و شهر و کشور رفت و گسترده‌تر شد و در سال 89 ماهنامه الکترونیک پی دی اف ادبیات داستانی ایران را راه اندازی کردیم و تا به حال بدون حتی یک بار وقفه کار خود را ادامه داده و اکنون شماره 43 آن را در دست تهیه داریم. ماهنامه‌ای که مخاطبان فارسی زبان آن در بیش از 50 کشور شناسایی شدند. در سال 90 با توجه به گستردگی فعالیت‌های انجمن سایتی با نام کانون فرهنگی چوک راه اندازی شد که دارای بیش از 20 بخش در زمینه شعر و داستان می‌باشد. همت دبیران بخش‌های مختلف این سایت چنان بود که در دومین سال فعالیت خود از سوی جایزه ادبی لیراو به عنوان سایت برگزیده ادبی سال انتخاب شد. امسال نیز اعضای این کانون توانستند جوایز متعدد ادبی را از آن خود کنند که از جوایز دریافت شده در ماه جاری میتوان از خانم بهاره ارشدیاهی برگزیده جایزه ادبی هدایت، آقای محمد امین فارسی و محبوبه جعفرقلی برگزیدگان جایزه ادبی بین المللی فارسی زبانان تسنیم نام برد. در این سایت بخشی با نام بانک هنرمندان را اندازی شده که به معرفی تمامی هنرمندان میپردازد. این کانون بر پایه دوستی، همدلی و همیاری را اندازی شده و آرمانش این بوده و هست که چوک تریبون همه هنرمندان است. حمایت سالیانه از جوایز ادبی و جشنواره‌های متعدد، تبلیغ رایگان آثار منتشر شده هنرمندان، انتشار اخبار مقالات به صورت روزانه، انتشار آثار شعر و داستان به صورت هفتگی، انتشار ماهنامه ادبیات داستانی به صورت پی دی اف، برگزاری جلسات رونمایی کتاب، برگزاری جلسات ادبی تفریحی، برگزاری جلسات هفتگی داستان نویسی، برنامه هایی است که در طی 8 سال رفته رفته شکل گرفته و امروز نیز به کار خود ادامه می دهد. امسال نیز طی یک حرکت گروهی تحقیقاتی در صدد جمع‌آوری مصاحبه 20 نویسنده با تجربه ایرانی و مطالب و منابعی هستیم تا بتوانیم حاصل این کار تحقیقاتی را کتابی با نام تجربیات نویسندگی و خطاهای نویسندگی منتشر نماییم. برای ادامه این راه نیز یاری و دست گرم نویسندگان و مترجمان با تجربه را نیازمندیم تا یارای ما جوانان عرصه ادبیات باشند. و اما امروز روز جهانی داستان است. در سراسر دنیا همایش‌ها و مراسم‌های زیادی برگزار می‌شود، هرچند که این روز در ایران چنان که باید رنگ و بوی خود را در سراسر کشور نگرفته است، اما بیشک این همایشی که در آن هستیم یکی از با ارزش‌ترین همایش‌های جهان است. از آن جهت که در روز جهانی داستان ما گرده هم آمده ایم تا سپاسگزار یکی از بزرگان تاریخ ادبیات داستان نویسی ایران استاد جمال میرصادقی باشیم و عشق خود را نسبت به ایشان و آثارشان ابراز داریم. استادی که چند دهه در عرصه داستان نویسی و تألیف کتب نظری داستان نویسی فعالیت داشته و با وجود آثار بسیار تألیفی و ترجمه در این هنر، آثار تألیفی استاد میرصادقی رنگ و بوی خاصی دارد. به شخصه همیشه آثار تألیفی و نظری استاد را از جهت طبقه بندی صحیح، انتقال صریح مفاهیم به همه دوستان توصیه کرده و می‌کنم. و همچنین آثار داستانی ایشان اهم از داستان کوتاه، داستان بلند و رمان که برخی از آنها نیز به زبان‌های آلمانی،
انگلیسی، ارمنی، ایتالیایی، روسی، رومانیایی، عبری، عربی، مجاری، هندو و اردو ترجمه شده است. بدون شک وجود استاد میرصادقی و تلاش‌های ایشان در عرصه ادبیات داستانی دلیلی بر معرفی ادبیات ما در سطح جهانی و نزدیکی هنر نویسندگی کشور ما به هنر نویسندگی جهان است. انسان با داستان زنده است و با داستان در آینده حضور خواهد داشت، همانطور که با داستان گذشته را حفظ می‌کند. هر انسانی داستانی دارد که در طول عمرش و حتی پس از خودش ادامه می‌یابد. ما با این اعتقاد عشق و دوستی بین نویسنده داستان و خواننده را در روز جهانی داستان جشن می‌گیریم و امروز گرد هم آمده ایم تا با داستان استاد جمال میرصادقی جشن خود را زیباتر و پربارتر کنیم و در پایان به نمایندگی از اعضای کانون فرهنگی چوک مراتب قدردانی و سپاسگزاری را از جناب آقای دهباشی سر و همیشه راستقامت عرصه فرهنگ ابراز می دارم که همچون سایبانی امن حامی ما جوانان بوده و هست، همچون بخارا. ای بخارا، شاد باش و دیرزی. با تشکر از آقای رضایی، جناب استاد میرصادقی، نوبت شماست که با دوستانتان سخن بگید. بفرمایید. خواهش میکنم. مرسی. ببینید، همه چیزایی که گفته شد من چیزی ندارم بگم، فقط یه خاطره تعریف میکنم. خسته شدید و اصلا درست هم نیست که من دیگه براجی بکنم. ببینید، این اولین کتاب داستان من که چاپ شد مجله سخن بود. این که مسابقه داستان نویسی گذاشته بود و من موقع دانشجو دانشکده ادبیات بودم، استادمون هم دکتر خانلری بودش اینا، و اینو توسط دوستی رفتیم تو صندوق انداختیم و دیگه منتظر شدیم اسم اون اومد تو مجله که اومده، هی منتظریم چاپ بشه نشه، کی جایزه میدن، کی برنده میشه. یه دفعه رفتیم با دوستی تو بازار کفش بخریم، چون کفش از بازار خریدن خیلی ارزون‌تر بود اینا. وقتی برگشتیم دیدم دوست جعبه بحثات روزنامه چی شد، دست کرد و مجله ای رو برداشت، اینو مجله سخنه، پولش هم داد و دوید. چی؟ داستان چاپ شد، اون آخر چاپ شده. بده من نمیدم، همینجور اون بگو این آخر. بعدش هم گفتش که دیگه تو بزرگ شدی، دیگه واقعا دیگه جز مشاهیر در اومدی، اسمت فلان میاد، اسم هم به خودمون میگرفتیم، نگاه میکنیم اطراف به اون نگاه کنیم، دخترهای دانشکده دنبال صف میبندن و فلان این حرفا. شب شد و بحر اومدیم خونه و بحر یه نستان اون بحر یه نستان خودم گرفت رفت خونه و بحر یه چند روزی گذشت. رو یه دختر خانوم مثلا 5 سال و 6 ساله بود که میمد اونجا پیداش اومده بود، تازه اومده بودن، پدر مادرش توی دانشکده کارمند بودن، سلام میکرد، منم خیلی به قاعده جواب میدادم، فکر میکردم که خب این پدر مادری که دانشگاهی حتما این داستان رو خوندن، تعریف کرد، این احترام میذاره اینا. یه دفعه وقتی سلام کرد و من کرد، برادر نوسرش گفت چرا سلام میکنی؟ گفت آقا بیچاره است، بدبختی، گناه داره. ولی با این حال بازم گفتیم حال روز ببینیم چی میشه، دانشکده که اعتنا نمیکرد، از کسی نخونده بود اصلا اینا. بعد چیز دیگه جایزه اول به من دادن اینا، باز اومدیم دانشکده نمیشه که اعتنا بر این خانوم هم برحال بیمت خواستیم، برحال هم دیره خواستیم که گفتیم جای گرفتاری های پیدی که میگفتن داستان خودش ننوشته، مالی کسی یه پول میده میرسه، برحال همین هستش دیگه. تمام اون که مشاهیر شدید و دخترها صف میادن همش خواب و خیال بود. ممنون، خدا سنو. بله کمک کنید.
ما به یک روایت تولد ایشون رو امروز میدونیم و بله 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 آقای افسری بیان از طرف بنیاد موقوفات دکتر افشار دوره چارجلی مسائل پاریسیه یادداشت‌های زنده یاد علامه محمد قزوینی که به کوشش زنده یاد ایرج افشار و علی محمد هنر تدوین شده توسط آقای افسری مدیر کانون زبان فارسی همچنین کتاب جنگ از طرف بنیاد دائره المعارف بزرگ اسلامی هم آقای افسری تقدیم میکنن به استاد. دعوت میکنم که برای پذیرایی تشریف بیارین هم که تولد استاد و روز جهانی داستان کوتاه. ممنون خانم. Thank you.